این روزها انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برای مردم ایران به عنوان فرصتی برای خلق یک حماسه دیگه از اهمیت فراوانی برخورداره، بلکه رسانه‌های معاند رو هم یه جورایی به دست و پا زدن انداخته و به دغدغه اولشون تبدیل شده. پاکزاد و زمانی به دنبال دلیل این دل مشغولی رفتن. انتخابات ایران علاوه بر محافل داخلی توجه بسیاری را در خارج از کشور به خود معطوف کرده است. قد يبقى التحدي قائما امام قد بينما رجال الدين توجه به اهداف و انگیزه های این شبکه ها برای پرداختن به انتخابات ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. شبکه های فارسی زبان معاند نظام همچون بی بی سی فارسی یا همان شبکه سلطنتی ملکه انگلیس و صدای امریکا وابسته به سازمان سیا که ید طولایی در مصموم سازی فضای انتخابات در ایران دارند. در این میان دشمنی بنگاه سخنپراکنی انگلیس با ملت ایران از پیشینه تاریخی برخوردار است. از جریانات مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته همزمان با 61مین سالگرد سخنرانی محمد مصدق تا کودتای 28 مرداد سال 1332 و حوادث بعد از انتخابات سال 1388 که مواضع خصمانه خود را در ظاهری بی‌طرفانه ارائه داده مبین این موضوع است. نامزدهای سرشناس دیگری که تایید صلاحیت نشدند عبارتند از علی فلاحیان، علیرضا زاکانی، منوچهر متکی. شب گذشته هم بی بی سی فارسی به طور ویژه‌ای برنامه خود را به احراز و عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داد. صحنه سیاسی ایران میتونه با حضور همین عده افرادی که هستند به شدت دو قطبی بشه و دوباره صحنه رو گرم کنه. آنچه این شبکه در طول برنامه به مخاطبان خود القا می کرد این بود که در احراز و عدم احراز صلاحیت کاندیداها شبهه و تردید وجود دارد. یک نبرد سیاسی جدی است. این رد صلاحیت یک پیروزی بزرگ برای نیروهای افراطی.